بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير سورة الحاكم التكاثر كإن سورة در مكة مكرمة نازل شده است و 8 آيات دارد الله سبحانه وتعالى مي فرماید بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التكاثر زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. به نام خداوند بخشنده و مهربان الله سبحانه و تعالی در این سوره به ما و شما چنین می فرماید افزون طلبی شما را به خود مشغول و غافل ساخته است تا اینکه مردید و به گورستان ها رسیدید هرگز چنین نیست که شما میپندارید به زودی خواهد دانست چنین نیست که شما گمان میکنید اگر به علم یقین حقیقت را میدانستید و فزون طلبی و غفلت دست بر میداشتید قطعا جهنم را خواهد دید سپس محققا آن را با چشم یقین خواهد دید آنگاه حتما در آن روز از همه نعمت ها پرسیده خواهد شد یعنی الله سبحانه و تعالی بندگانش را سرزنش میکند زیرا هدف و کار را که برای آفریده شده اند زیرا هدف و کار را که برای آن آفریده شده اند رها کرده اند و آن همان عبادت الله یگانه و شناخت او و روی آوردن به او و مقدم داشتن محبت او بر همه چیز است الهاکم التکاثر افزون طلبی شما انسانها را از این امور مذکور غافل گردانده است الله تعالی ذکر نکرد که مردم در چه چیز افزون طلبی میکنند تا همه چیزهای را که مردم در آن افزون خواهی می نمایند و فخر کنندگان به آن فخر می نمایند از بسیاری مالها فرزندان یاری دهندگان لشکرها خدمتگزاران مقام و غیره را شامل شود و تا چیزهای دیگر را نیز در بر بگیرد که هر کس می خواهد از دیگر بیشتر داشته باشد و هدف از آن رضایت الله تعالی نیست پس غفلت و سرگرمی شما ادامه یافت تا اینکه گورها را زیارت میکنید آنگاه پرده از روی شما برداشته می شود ولی اکنون جبران آن مشکل است الله تعالی فرمود تا گورها را زیارت کنید این دلالت میکند که برزخ جهان و سرای است که هدف از آن رسیدن به آخرت است و الله تعالی انسانها را زیارت کن نامید و مقیم نگفت این بر رستخیز و زنده شدن پس از مرگ و جزا است این بر رستخیز و زنده شدن پس از مرگ و جزا یافتن در برابر عملها در جهانی فنا ناپذیر دلالت میکند بنابراین الله تعالی آنها را هشدار داد و فرمود هرگز چنین نیست که شما میپندارید به زودی خواهد دانست باز هم چنین نیست به زودی خواهد دانست چنین نیست که شما گمان میکنید اگر به علم یقین حقیقت را میدانستید از فزون طلبی و غفلت دست بر میداشتید اگر افزون طلبی شما را غافل نمیگردان و به انجام کارهای شایسته مبادرت میورزیدید شما را به جای برساند که مشاهده میکنید الله تعالی فرمود لترون الجحیم یعنی حتما قیامت خواهد آمد پس حتما جهنمی را که الله تعالی برای کافران آماده کرده است مشاهده خواهد نمود الله تعالی فرمود سپس دوزخ را با چشم خود آشکارا خواهد دید همان طور که الله تعالی این چنین می فرماید و گناهکاران آتش دوزخ را می بینند و می دانند که وارد آن خواهند شد و از آن گریز نخواهند داشت سپس در روز قیامت از نعمت هایی که در دنیا از آن لذت می بردید پرسیده می شوید یعنی که آیا شکر آن را به جا آوردید و حق الله تعالی را از آن ادا نمودید و از آنها برای انجام گناهان کمک نگرفته اید آنگاه به شما نعمت برتر و بهتر خواهد داد یا اینکه فریب نعمتها را خورده و شکر آن را به جا نآورده اید بلکه این نعمتها برای انجام گناهان استفاده کرده اید پس شما را در آن مجازات خواهد کرد الله تعالی می فرماید و روزی که کافران در آتش دوزخ در آورده می شوند
و به آنان گفته می شود شما لذت های خود را در دنیا برده اید و از آن بهره مند شده اید و امروز عذاب خارکننده به عنوان کیفر به شما داده می شود. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.